برای آگاهی بیشتر از زوایای مختلف این حادثه، مرتضی مطهری کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد با ما همراه هستند. آقای مطهری سلام و عرض ادب. آقای مطهری لطفاً در رابطه با جزئیات این حادثه تروریستی توضیح بفرمایید. خدمت شما عرض شود. متاسفانه بعد مغرب گذری ولایت هرات از مسجد جامع امام زمان میخواستن به طرف خانهایشان بروه که در حیات مسجد اصابت گلوله قرار میگیره که در یه حمله توریستی متاسفانه 7 تن شهید و 10 تن دیگر مجروح شده که در بین شهدا یک عالم دین به نام حجت الاسلام جاوید که امام جماعت مسجد امام زمان بوده شهید میشه و همچنان یک کودک و یک زن از حملات توریستی دیشب رسوالی گذره ولایت هرات است. متاسفانه بعد از تسلط طالبان به افغانستان حملات گروه توریستی مخصوصا داعش بر مردم هزاره شدت گرفته است و هرات یکی از ولایت های است که در 3 سال گذشته شاهد چندین حمله پی در پی در افغانستان بوده که یکی از عوامل یه حملات نفوس بیشتر شاه ها در افغانستان است. نفوس بیشتر شاه ها در هرات است. وقتی ما شما نفوس هرات مورد بررسی قرار میدیم 65% از نفوس هرات شاه های افغانستان شاه های هرات تشکیل میده و همچنان حملات پی در پی گروه های توریستی که اکثر حملات هیچ گروهی به عهده نگرفت بر مردم شیعه و هزاره در هرات قابل نگرانی بود که ما در گذشته بیان کردیم و حمله دیشب موضوع قسمی برای شما بیان کردم جریان از موضوع بوده است. بله، آیا عوامل این حمله تروریستی و حملات قبلی که از چند ماه گذشته مشابه آن چند بار اتفاق افتاده تا کنون شناسایی شدند؟ نه خیر، متاسفانه ما هنوز هیچ یک از عاملین حملات اخیر هرات نه شناسایی شده نه مورد مجازات قرار گرفته و مردم افغانستان هم خصوصا مردم هرات شیعه های هرات عامل چنین حملات گروه طالبان رو میداند، چون ما شما در سال 1402 شاهد بودیم کتابی از والی طالبان در صفحات مجازی نشر شد که در اون کتاب والی طالبان نوشته بود که کشتار و قتل هزاره ها را در کتابشان روا دانسته بود و امروز هم حملاتی که در هرات صورت میگیره، حملات توریستی که در هرات صورت میگیره، حملات انفجاری که در هرات صورت میگیره، علمای هزاره و شهر در هرات ترور میشه، مردم هرات یک از عوامل حملات گروه طالبان را میدانه و از طرف دیگر رابطه خوب طالبان با سایر گروه های توریستی در خاک افغانستان، با القاعده، با داعش، با دیگر گروه هایی که امروز در جهان فعالیت میکنه. بله، به نظر شما انگشت اتهام در این حوادث بیشتر به سمت چه گروه هایی و دلیل سکوت طالبان و اهمال در رسیدگی به این موضوع توسط آنان چیه؟ خدمت شما عرض شود سکوت طالبان در پیوند به حملات اخیر هرات باعثی میشه که طالبان در تامین امنیت مردم هزاره و شیعه در افغانستان ناکام است و یا اگر ناکام نیست با گروه های توریستی همدستی داره و یا هم اگر میگه ما همدستی نداریم گروه های توریستی حملات به عهده نمیگیره پس این حملات توسط خود طالبان بر مردم هزاره و شیعه انجام میشه. در حکومت قبلی افغانستان وقتی حملات گروه های توریستی مخصوصا طالب و داعش بر مساجد و مراکز آموزشی هزاره ها و شاه در نقاط افغانستان شدت گرفت، حکومت قبلی افغانستان یک گزینه ای را انتخاب کرد که در مساجد هزاره، در حسینی هزاره ها و شیعه ها و در مراکز آموزشی هزاره ها و شیعه ها افراد نظامی مقرر بکنه که از اون مکان محافظت بکنه، اما متاسفانه با آمدن طالبان محافظین مساجد و حسینی ها و مراکز آموزشی جمع‌آوری شد، سلاح‌هایشان طالبان گرفتن و امروز در صورتی که شعار میدادن ما از مردم هزاره تامین امنیت میکنن، ما نه تامین امنیت میتونه و حتی بزرگترین اشتباهی که در حق مردم هزاره و شیعه انجام داده سلاح‌هایی که قبلا دولت برای مساجد تحویل داده بود اونا را پس گرفته و از طرف دیگر ما و شما در سال گذشته شاهدی حملات پی در پی بر عالما در هرات بودیم که بعد از این حادثه مردم هرات، شورای علمای شهر هرات
اعتراض راه اندازی کردند که بعد از اعتراضات مقامات محلی طالبان و مردم هزاره در هرات اطمینان دادند که ما به وضعیت امنیتی هرات رسیدگی میکنیم، عاملین حملات را مجازات میکنیم، دستگیر میکنیم. متاسفانه یک سال از این موضوع گذشت اما تا هنوز هیچ مجرمی دستگیر نشده و هیچ کس در پیوند به این قضیه محاکمه نشده است. با تشکر از مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی که از اسلام آباد با ما همراه بودند.